گفته های ایسف درباره افزایش حملات شورشیان در افغانستان و واکنش حکومت افغانستان در برابر ادعای پاکستان بر حمله طالبان از خاک افغانستان بر سربازان این کشور. به نام خداوند یکتا، با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه ششم سرطان سال 1391 خورشیدی برابر است با 26 جون سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. آیساف از افزایش 21% حملات شورشیان در خاک افغانستان خبر می‌دهد. مقام های آیساف می‌گویند حملات شورشیان در ماه‌های می و اپریل سال روان میلادی در افغانستان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. نیروهای ائتلاف دلیل این افزایش را آغاز دیرهنگام فصل برداشت محصولات کشت کوکنار می‌دانند. آیساف میگوید شورشیان در ماه می سال روان میلادی 3000 حمله را در سراسر افغانستان انجام دادند که نسبت به ماه مشابه سال 2011 میلادی 21% افزایش را نشان میدهد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این آمار آیساف که تمامی حملات شورشیان مانند حملات انتحاری دست جمعی، راکتی و بمب های کنار جاده ای را شامل می شوند، نشان می دهند که حملات آنان در ماه اپریل به 2000 مورد رسیده و در مقایسه با حملات ماه اپریل سال گذشته مساوی است. به گفته آیساف، حملات شورشیان در سال روان میلادی پس از آغاز فصل برداشت محصولات کشت کوکنار کاهش یافته بود، اما با پایان برداشت این فصل دوباره شدت گرفتند. برداشت محصولات کشت کوکنار امسال نسبت به سال گذشته دیرتر آغاز شد و زودتر پایان یافت و به دنبال آن حملات شورشیان نیز شدت گرفت. فیصدی هایی که توسط نیروهای ناتو و ایساف به نشر می رسه خیلی زیاد متفاوت نیست، یعنی تفاوت کلی یا تفاوتی که قابل ملاحظه باشه وجود نداره با برداشت‌های ما. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی اخیراً گفته است تمرکز حراس افغانان برای از بین بردن نیروهای امنیتی کشور بیشتر شده و در هر روز میان 20 تا 25 تن از نیروهای امنیتی افغان در کشور کشته می‌شوند. حمله بر عسکر و پلیس و امنیت ما زیاد شده. هر روز ملست تلفات اردوی ملی خود می‌بینم و ملکی رو می‌بینم. ملکی الحمدلله کم شده، بسیار کم شده، ولی تلفات دیروز متاسفانه حوادثی داشتیم، ولی حمله بر پلیس و اردو و امنیت ما زیاد شده. هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات ما داریم. این در حالی است که ایساف پیش از این گفته بود عملیات بهاری طالبان ناکام شده است. از سوی هم شورای امنیت ملی روز گذشته طرح وزارت دفاع ملی برای دفاع از کشور را تایید و تاکید کرده است که برای نابودی پناهگاه های حراس افغانان در آن سوی مرز باید توجه جدی صورت گیرد. حکومت افغانستان ادعای پاکستان بر حمله طالبان از خاک افغانستان بر سربازان این کشور را رد می کند. وزارت داخله و والی کنر میگویند که طالبان از آن سوی مرز پیوسته نیروهای امنیتی افغانستان را آماج قرار میدهند، اما پاکستان میگوید که به تازگی شورشیان از خاک افغانستان وارد پاکستان شدند و 13 سربازشان را کشتند. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به این موضوع معاون سفارت افغانستان در پاکستان را احضار کرده است. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته. یک مقام ارتش پاکستان به رسانه ها گفته است که روز گذشته دست کم 100 طالب مسلح از ولایت کنر وارد دیر بالا در پاکستان شده و نیروهای نظامی پاکستان را آماج قرار دادند. به گفته او در این رویداد 6 سرباز پاکستانی کشته، 7 تن دیگر آنها سر بریده شده و 4 سرباز دیگر تا کنون ناپدید هستند. با این حال پاکستان نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو را به سلانگاری متهم کرده و گفته است که این شورشیان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و این حمله را انجام دادند. من این رویداد را به شدت محکوم می کنم و در پیوند به این مسئله با رئیس جمهور کرزی گفتگو خواهم کرد. این اعتراض پاکستان در حال صورت می گیرد که طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفتند. همزمان با این والی کنر به شدت ادعای مقام های پاکستانی را رد می کند. از میدیا شاید شنیده باشین که طالبان مسئولیت همین موضوع را گرفتن و اونا در مناطقی هستن که در بالوی خط دیورن در او طرف خط زندگی دارن، نه این که از طرف افغانستان برن. با شما معلوم است که طالبان نشست پاکستان و خدا از افغانستان ترتیبات کرده و در افغانستان کنن، نه از این طرف. و چی شد؟ چی باعث شد که همین طرف او طرف برن؟
این قابل قبول نیست که مراکز تروریستا و طالبان در افغانستان باشه، اما برعکس نه تنها که مردم افغانستان بلکه جهانیان به این پی بردن که مثل اسامه بن لادن هنوز هم متاسفانه طالبان و تروریستا در وزیرستان شمالی در کویته از پناهگاه های امن برخوردار هستند. هرچند وزارت خارجه پاکستان گفته است که 16 فیر سفارت افغانستان در پاکستان را در اعتراض به این حمله فرا خوانده است، اما سفارت افغانستان در پاکستان این موضوع را رد کرده است. با این حال آگاهان باور دارند که پایگاه های اصلی عراس افغانان در خاک پاکستان است و هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان بر ضد آن کشور فعالیت کنند. چون این پایگاهی در افغانستان وجود ندارد که طالبان از او علیه نیروهای پاکستانی استفاده کنند. بر ازی که نیروهای پاکستانی همکار طالبان افغانی هستند، چه در سرحد چه در بخش ارتش و استخبارات. به این لحاظ این مقدور نیست که طالبان افغانی بالای ارتش پاکستان عملیات انجام بدهند. این ادعای پاکستان در حال صورت میگیرد که دست کم یک ماه میشود بار دیگر موشک پراگنی ها از خاک پاکستان به مناطق مرزی کنر ادامه دارد و تا کنون صدها موشک در ولسوالی های مرزی کنر برخورد کرده است. خشم مردم این ولایت را نیز بر ضد پاکستان برانگیخته است. 18 نشست برد مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی به منظور تصویب 7 برنامه حکومت افغانستان برای نشست توکیو در شهر کابل برگزار شد. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست ادامه همکاری های مشترک میان جامعه جهانی با حکومت افغانستان را از مسئولیت های این سازمان میداند و میخواهد تا تمامی برنامه های توسعه بر بنیاد خواست جامعه جهانی در کشور تطبیق شود. 18 نشست برد نظارت و انسجام حکومت افغانستان با تمویل کنندگان در کابل برگزار شد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه میگوید که نشست به هدف تصویب 7 برنامه از جمله برنامه خودکفایی افغانستان در نشست توکیو، 5 برنامه اولویت های حکومت افغانستان در بخش های توسعه و پالیسی مبارزه با مواد مخدر برای دهه تحول می باشد. سند اول سند توکیو، سند مهم توکیو، عنوانش به سوی خودکفایی دورنمای استراتژیک برای دهه تحول، 5 برنامه ملی دارای اولویت و 1 پالیسی مبارزه با مواد مخدر. این 5 سند را ما توقع داریم که امروز به تصویب برسه. در همین حال یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از ایجاد یک چارچوب کاری برای اجرای برنامه های حکومت افغانستان خبر داده و میگوید که این برنامه ها باید مطابق خواست جامعه جهانی تطبیق شوند. امروز برنامه های ملی اداری اولویت های حکومت افغانستان بر سر میز گذاشته می شوند و امیدوار هستیم که این برنامه ها بنابر خواست ما تطبیق شوند. ما باید پس از کنفرانس توکیو نیز پروسه کابل را ادامه بدهیم، چرا که این مشارکت بخش بزرگی از مسئولیت های ما می باشد. رئیس امور پالیسی وزارت مالیه میگوید که جامعه جهانی در دهه تحول نسبت به تعهدات خود به افغانستان پابرجاست، مشروط بر این که حکومت افغانستان به حکومتداری خوب و مبارزه با فساد را ادامه دهد. طبعا اونا در آخر روز خواسته‌های خاص خود دارند که مسئله حکومتداری خوب است، مبارزه با فساد است و مسائلی که به نفع خود ما هم است، حکومت افغانستان و مردم افغانستان است. به گفته مقام‌های وزارت مالیه برای تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای کشور افغانستان سالانه به 4 میلیارد دلار نیاز دارد و انتظار می‌رود که در نشست توکیو جامعه جهانی حمایت عملی خود را از این برنامه‌ها اعلام کند. نشست توکیو قرار است در 8 جولای سال روان میلادی در ژاپن برگزار شود، اما تا اکنون مشخص نیست که حکومت افغانستان از این نشست چه دستاورده خواهد داشت. بزرگترین چالش در برابر آموزش پرورش در کشور است و معارف در افغانستان نیاز جدی به کمک‌های جامعه جهانی دارد. وزیر معارف با تاکید بر این مطلب هرچند از پیشرفت‌ها در بخش معارف در کشور سخن می‌زند، اما محدود بودن زمینه‌های آموزش پرورش را در بخش‌های ناامن کشور از بزرگترین چالش در برابر معارف می‌داند. وی از جامعه جهانی می خواهد تا کمک‌هایش را در بخش معارف افغانستان در سال آینده فراموش نکند. وزارت معارف در همایش سه روزه چگونگی وضعیت معارف را در کشور به بررسی گرفته است. وزیر معارف هرچند از دستاوردهایی در بخش آموزش و پرورش در کشور سخن می‌زند، اما به باور او ناامنی‌ها سبب شدند تا 9 میلیون تن از آموزش و پرورش در کشور بی‌بهره بمانند.
From 1382 or 2003 we are the actual rehabilitation. تا سال 2012 پیشرفت‌های خوبی در بخش معارف حاصل شده است. در این مقطعی از زمان جامعه جهانی و دولت افغانستان متعهد هستند تا زمینه آموزش‌های ابتدایی را برای دانش آموزان در افغانستان فراهم سازند که سالانه 1.4 میلیون دانش آموز از آموزش و پرورش بهره مند خواهند شد. در این میان رئیس یونسکو برای معارف بر تلاش‌های جدی به منظور بهبود روند آموزش در کشور تاکید می‌ورزد. اگر ما درباره سیستم آموزش و پرورش با کیفیت فکر می‌کنیم، باید استادان حرفه‌ای داشته باشیم. ما در سال‌های آینده روی این موضوع بیشتر توجه خواهیم کرد و باید بگویم که ما با استادان زن نیز بیشتر نیازمند هستیم. این گفته‌ها در حال بیان می‌شوند که روند مضمون‌سازی دانش آموزان هنوز در مکاتب کشور جریان دارد و در دو ماه گذشته صدها دختر دانش آموز در برخی از ولایت‌ها به ویژه ولایت تخار با میان و سرپل مضمون شدند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان در مجلس مسمومیت دانش آموزان را محکوم کرده و از حکومت می خواهند تا عاملان این رویداد را به زودی بازداشت کنند. با این همه برخی از آگاهان دولت را در این زمینه ناتوان می دانند. اما وزارت امور داخله می گوید که تلاش های پلیس برای شناسایی عاملان خشونت و مسمومیت دانش آموزان به شدت جریان دارد. تکرار مسمومیت ده ها دختر دانش آموز در ولایت های شمال کشور خشم شماری از نمایندگان مردم را برانگیخته است. این نمایندگان میگویند که با گذشت چندین رویداد مشابه مسمومیت دختران دانش آموز در ولایت های شمال کشور، حکومت تا هنوز نتوانسته است که عاملان اصلی این رویدادها را شناسایی و مجازات کند. امیدوار هستیم که حکومت نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی ما بیشتر از این توجه بکنه و فعالتر شود تا اینکه از تکرار چنین حوادثی رنجاوری جلوگیری شود. همزمان با این برخی از آگاهان امور به این باورند که نبود ظرفیت در نهادهای امنیتی سبب شده است تا حراس افغانان و حامیان آنان به خوبی از این خلا استفاده کنند. کشفی و استخباراتی ما در این راسته ای دو صنف ما که افراد منفی از افراد پروفشنل هستند، این افراد پروفشنل ندارند، اگر داره هم کم دست هستند، معلومات دقیق به دست آورده نمیتونه و دشمن از این خالیگاه بسیار با جرأت استفاده کرده میتونه تا اموال شومی خود را به کرسی بشانه. در همین حال وزارت امور داخله بازداشت 20 تن به اتهام مسمومیت دانش آموزان در ولایت تخار را نمونه ای از تلاش های پلیس در این زمینه می داند و تاکید می کند که این تلاش ها همچنان ادامه دارد. هنوز دلایل اصلی چگونگی وقوع قضیه ها معلوم نیست. پلیس ها و نهادهای کشفی روی ازی کار می کنند. هرگاه معلوم شود که کسی به تعقیب یا در پشت قضیه هست، حتما اون وقت نظریاتی که پرداخته میشه به پلیس مورد غور بررسی قرار بگیره، اما هنوز کار کاملا روی از قضیه ها ادامه داره. این در حال است که بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 1600 دانش آموز که بیشتر آنان دختران هستند در ولایت های بامیان، پکتیا، تخار و سرپل مسموم شدند، اما این رویدادها هیچ گونه تلفات در پی نداشته است. پاکستان به برخی از موترهای حامل کتابهای درسی افغانستان اجازه داده است تا با گذر کردن از خاک این کشور وارد تورخم شوند. ریاست گمرک ولایت ننگرهار میگوید که 5 کانتینر حامل این کتابها پس از طی مراحل گمرکی به کابل فرستاده شده است. اما وزارت معارف میگوید که کاروانهای کتابهای درسی افغانستان هنوز هم در بندر کراچی متوقف هستند و از این میان تا اکنون هیچ کتابی را به دست نیاوردند. نخست موزل متوقف ماندن کالاهای بازرگانان افغان در بندر کراچی بود و سپس هم ایستاد شدن موترهای حامل کتابهای درسی افغانستان در این بندر. جنجال هایی که به دنبال کشته شدن نظامیان پاکستانی در یک حمله هوایی آمریکا بر خاک پاکستان به میان آمدند. با این هم گفته می شود که اکنون مشکلات بازرگانان افغان در این راستا کمتر شده اند. اول ناتو خو یک مسئله خاص است که به واسه ما نیست، به واسه حکومت افغانستان نیست، چون مشکلات تاجره ملیم است. یک حیات ما آماده است بخیر در روزا با کالانی اتاق تجارت یک نماینده گمرکات ما می باشه در پیشاور یک نشست دارم که انشالله روی مشکلات یک چیز ناچیز حل باشه. در این میان ریاست گمرک ولایت ننگرهار تاکید می ورزد که روند ورود موترهای عامل کتاب های درسی به کشور آغاز شده. قرار بود که تمام کتاب ها را اجازه بده، تمام شخونا بده اجازه داده
در حدود 5 کانتینر در این روزا آمده. ما پروسس گمرکیش را طی کردیم و سوی کابل روان کردیم. اما وزارت معارف میگوید که این کتابا را به دست نیاورده است. تر اوس همون که رسمی کومدار ندی رکلت شوه چې دغه کتابونو ته د ورود اجازه ورکول کیږي او کنه او څه وخت ورکول کیږي. عملا هغه کوم حالت چې دغه و میشت روان دی تر اوس پورې هغه سره روان دی او کتابونه تر اوس پورې متوقف دي. ما هست که 75 کانتینر عامل کتاب های درسی افغانستان در بندر کراچی متوقف مانده است. شمار این کتاب ها که بیشتر از صنف های بالا به ویژه صنف 12 هم هستند 4,500,000 جلد گفته شده است. نیروهای ویژه پلیس در سرکوبی حملات هراس افغانان نقش ویژه دارند. بسم الله محمدی وزیر داخله از کارکرد این نیروها ستایش کرده و میگوید که توانایی نیروهای ویژه با گذشت هر روز بلند می رود و دستاوردهایشان در کار نابودی هراس افغانان بسیار اثرگذار بوده است. کوریای جنوبی واردات نفت خود را از ایران سر از اول ماه جولای قطع میکند. مقام های کوریای جنوبی دلیل قطع واردات نفت از ایران را وضع تحریم ها بر شرکت های بیمه حمل و نقل نفت ایران به وسیله اتحادیه اروپا میدانند. مقام های وزارت اقتصاد، مالیه و امور خارجه کوریای جنوبی در یک بیانیه مشترک میگویند که به دلیل آغاز تحریم های اتحادیه اروپا بر شرکت های متعلق به کشورهای عضو این اتحادیه مبنی بر عدم ارائه خدمات بیمه به نفت کش های حامل محموله های نفتی ایران، کوریای جنوبی قادر به خرید و حمل نفت از آن کشور نخواهد بود. کوریای جنوبی نخستین کشور آسیایی است که به حمایت از تحریم های اتحادیه اروپا واردات نفت خود از ایران را قطع میکند. تحریم اتحادیه اروپا بر شرکت های بیمه که روی کشتی های هاوی نفتی ایران کار میکنند از اول جولای آغاز میشود. پس در قدم نخست دولت راههای اکمالات را برای تامین نفت کشور بررسی میکند و در قدم دوم ما به تامین نفت مورد نیازمان از دیگر منابع تمرکز میکنیم. کوریای جنوبی در این بیانیه تاکید میکند که تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا قطع واردات نفت خام از ایران بر اقتصاد و بخش صنایع این کشور تاثیر منفی نگذارد. در همین حال شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ایران برای اسرائیل خطر جدی است و در تلاش نابودی اسرائیل است. ایران همواره اسرائیل را به گونه مشخص هشدار داده است که این کشور را نابود خواهد کرد. جناب رئیس جمهور درک میکنید که چرا این گونه هشدارها احساسات مردم در اسرائیل را خدشه‌دار میسازد. این احساسات باید به گوش مردم ایران رسانیده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار تاکید میکند که اوضاع جهان به سرعت در حال تغییر است و این امر نیازمند همکاری تمام کشورهای جهان است. گروه پارلمانی مجلس نمایندگان از سخنان اخیر رئیس جمهور کرزی حمایت کرده و میگوید که باید با فساد اداری به گونه جدی مبارزه شود و حکومت داری سالم به میان آید. نمایندگان در این گروه میگویند که باید فساد اداری و مصلحت گرایی از رده های بلند دولتی نابود شود. دستی کم 20 عضو مجلس نمایندگان که عضویت گروه پارلمان اعتماد را دارند به این باورند که فساد گسترده اداری در کشور به یک نظام مافیایی بدل شده است. به گفته آنان عمده‌ترین عوامل فساد اداری مقامات فاسد ارشد دولتی، چهره‌های عمده سیاسی و مافیای اقتصادی می باشند. هر کسی در هر رده و در هر مقام وجود داشته باشد، متعلق به هر قوم و حزبی که بوده باشد، در صورتی که مبتلا به فساد و آلوده با فساد باشه، باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. ما تاکید داریم به این که یکی از راه‌های مبارزه با فساد این خواهد بود که خود مقامات بلند رتبه دولت افغانستان در این قراردادها نباید شریک باشه و سهیم باشه و فامیلای نزدیکی او هم تا حد امکان باید با محدودیت در امضای قراردادها روبرو شوه. هفته گذشته رئیس جمهور کرزی در نشست فوق‌العاده قوای سه‌گانه دولت تعهد کرد که دیگر مصلحت‌گرایی را کنار گذاشته و در جهت ایجاد حکومتداری خوب و از بین بردن فساد اداری تلاشی جدی می‌کند. این نمایندگان مجلس می‌گویند زمان این گفته‌ها عملی خواهند شد که واقعاً رئیس جمهور کرزی بدون در نظر داشت مقاومت حلقات فاسد به گونه قاطعانه برای نابودی فساد اداری گام‌های مؤثر و عملی را بردارد. ما از رئیس جمهوری کشور می خواهیم همانطوری که با قاطعیت ابراز نمودن، قاطعانه عمل نموده، عوامل فساد را از بالا به پایین به محاکمه کشانیده و از این طریق نوید تازه‌ای به مردم افغانستان دهد. رئیس جمهور کرزی در حال بر از بین بردن فساد اداری تعهد می کند که او در 10 سال گذشته از مبارزه جدی با این پدیده سخن گفته و چندین نهاد را در این زمینه ایجاد کرده است. اما مردم به این باورند که این اقدامات رئیس جمهور تا هنوز نتیجه عملی را در پی نداشته است.
از سوی دیگر جامعه جهانی در نشست‌های اخیر ادامه کمک‌ها به افغانستان را مشروط به مبارزه جدی در برابر فساد اداری و به میان آوردن حکومت سالم پنداشته است، موردی که حکومت افغانستان بر عملی شدن آن تعهد کرده است. اما با باور برخی از کارشناسان تا اکنون راهکاری جدی و عملی در این زمینه وجود ندارد. به دنبال امواج قرار گرفتن دومین هواپیمای ترکیه با وسیله نیروهای سوریه، نخست وزیر این کشور هشدار می‌دهد که اگر این روند بار دیگر تکرار شود، سوریه با واکنش نظامی ترکیه روبرو خواهد شد. معاون نخست وزیر ترکیه نیز می‌گوید که نیروهای سوریه امروز بر یک هواپیمای دیگر شلیک کردند، هواپیمایی که مشغول عملیات جستجوی سرنشینان هواپیمای سرنگون شده این کشور بود. دومین اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به منظور حل مشکل بازرگانان دو کشور در شهر کابل گشایش یافت. اتاق تجارت و حکومت افغانستان گشایش این اتاق را در حل مشکلات بازرگانان و توسعه ترانزیت و تجارت دو کشور مؤثر می‌دانند. اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید که اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به منظور توسعه مبادلات بازرگانی، حل مشکلات بازرگانان و مشوره دهی در طرح پالیسی های حکومت دو کشور در بخش بازرگانی ایجاد شده است. اگر که مشکل پیدا میشه، هر تاجر پاکستانی میتونه به این دفتر مراجعه بکنه و هر تاجر افغانی هم میتونه که مراجعه بکنه به این اتاق تجارت و مشکلات خود را ارائه بکنه و از طریق از این تعقیب خواهد شد. وزارت تجارت و صنایع کشور با اعلام حمایت از ایجاد این اتاق موجودیت آن را در حل مشکلات و طرح پالیسی های بهتر بازرگانی میان دو کشور مؤثر می داند. منگا پدی امیدیو چه دغه اتاق وکولای شي چې منگا تاغه لازم مشورې راکړي دوار حکومتونو ته، حکومت د افغانستان او حکومت د پاکستان، چې هغه پالیسیانې منگا جوړی کړو ترڅو دواړه اتاقونه یا دواړه طرفه خصوصي سکتور دغه نه بهتره استفاده وکړي. این بخشی از موافقتنامه ابتا است و ما آماده هر گونه همکاری برای حل مشکلات بازرگانان هر دو کشور هستیم. به گفته مقام های اتاق تجارت و صنایع کشور، اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان متشکل از دو برد 11 نفری و دو رئیس از هر دو کشور می باشد که در صورت بروز مشکلات جلسات مشورتی را برگزار می کنند. هرچند اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ماه هوت سال گذشته خورشیدی در پاکستان نیز ایجاد شده است، اما به گفته بازرگانان تا اکنون موثریت چندان در حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور نداشته است. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.